سلام بچه، خیلی خوش اومدی به مدرس فرزه هستم به امروی آنویتا. بریم سراغ فوش از علی قاف. علی قاف و فوش یه کار دیگه است. خب طبق روالم که مهدیار ساخته براشو، بریم بینیم داستان چیه. کاور خیلی خاصی هم نداره دیگه، یعنی خب یه نفریه که تو تهران و مثل آینه تهران توش منعکس شده، یه همچیزی یه همچین چیزی. و آرت ورکیش هم مال ایراد سب یا ساب نوشته هست. و برو ببینیم داستان چیه، چه کرده علی قاف. تکست هم طبق روال ملتفت داریم. آیا ما اگه کل آهنگ ملتفت رو بریم تموم شه بعد چیکار بکنیم دیگه؟ اون روزی یه دونه نداشته باشیم دیگه ملتفت با آهنگ جدید. آها اینم شه. باشه آقا بریم ببینیم داستانش چیه دیگه. برو بریم. اینجا تهرانه، یعنی شهری که هر کی که چندی که مش برامش نیست تنبیه دیگه، ته کشیده سهمیه باز بپیچه بره تبیده، تشنه از همه جا ترخیصه، اینجا خوش سر میشه، همه با هم میسوزن جز اون که دستش دبست باش گرم میشه، هیچکی تو لحظه نیست، نمیدونن آب داره چه مزه‌ای، نمیدونن چه رنگ دین واس با چه سفید تنگین، کمونه شیش رنگ برا سری سبز برا جزایری زرد برا زریف قرمز برا حریف، همه میخوایم از دنیا کور رنگ نریم پس دنیا رو رنگ زدیم، از افتاد پر از قدرت منتریم، از کف دارو کرکست مفتترین بین مخلوقات کلن تکیم، چون بلدیم به هیچ کی فرصت ندیم. واه چقدر بیت مریضی داره، خیلی خفن. بعد رو فلوی هیچ کس خون نه اون اولش اصلا رفرنس خودت آره، رفرنس خودش بود و رفرنس خودت رفرنس آره. هیچ کس، ولی خب چیز دیگه داره میگه، یا تهران مزخرف، یعنی تعریف میگه از مزخرف آره. بات تهران دارم یک تهران میگه دیگه ته کشیده سهمیه. خب میتونه چیز باشه، من سهمیه میتونه منظور مثلا چی بگم، مثلا جایگاه هر شخصی باشه یا حق مسلم هر شخصی باشه یا حتی سهمیه. میگفتم پول نفت میاد سر سفراتون دیگه، سهمتون ته کشیده دیگه سهمتون. خب بعدش میگه تشنه از همه جا ترخیصه، اینجا خشک‌تره چون اون که دستش دبست دبست باش گرم میشه. چون که بالاتر به تر و تشنه و خشک‌تر و اینا اشاره میکنه، این دبه میتونه منظور اون کسی باشه، همون دبه آب استعاره باشه از کسی که خب این که پارتی داره دبه دستشه، خب با اون دبه تو این سرمایه گرم میشه. یا مثلا دبست دبه مثلا چیز هم میتونه شه دبست دبه چی؟ مثلا با چی گرم میشن؟ مشروب میخوان کنیاک میخوان گرم میشن دبه عرق یعنی؟ آره دیگه اینکه دستش دبست، یعنی اینقدر مزخرفه مگه اینکه مثلا توی این سرما تو با مشروب خودت گرم کنی. دبه دبه با عشقیه. اینجاش خیلی باحاله، میگه که نمیدونن چه رنگ دین واس ماک سفیده. خب بعد ادامهش هم میگه رنگ کمون اینا فکر کنم اشاره داره به این که دین خودش باعث خود دین ماهیت دین باعث این نژادهای مختلف و تناقض بین آدم ها و تفاوت بین چند دستگی ها دوچار چند دستگی شدن شده. بعد میگه واسه ما که سفیده، یعنی سفید چی؟ مال ما دینمون صلحه یا مال ما دینمون همش توشون جا داره، چون همه این رنگا با هم چه سفید دیگه، آره دیگه سفید. مال ما تو دینمون همه جا داره، ما همه رو پذیرفتیم یا صلح طلبیم. خب بعد رنگین کمون شیش رنگ برای سرین. سرین یعنی که چی؟ یعنی که سردمدارها، سران، قدرتمندا. رنگین کمون سرین شیش رنگ منظورش اینه که یعنی این تفاوت رنگ ها و نژاد ها و چند دستگی مردم همیشه نفع و سودش واسه سرانه. خب حالا میتونه اون سرین هم باشه، فکر نمی کنم. خب سبز برای جزایری. جزایری که همه میدونن دیگه یه مفسد اقتصادیه بچه‌ها. البته میگن مفسد اقتصادیه، ولی عجیب برام خدا وکیلی، یعنی یه آدم مخی بوده. ج...
جزایری؟ آره شهرام میگه دیگه. آره. حالا من تو این چیزا واقعا نمیدونم، وارد نیستم، ولی میگن که این یعنی خودش یه استعداد ذاتی اقتصادی داشته، یه بیزینسمن خیلی گنده‌ای بوده، بعد اومدن خرابش کردن. من نمیدونم کارش درست یا کارش درست نبوده واقعا، ولی چیزی که من شنیدم. حالا اینجا منظورش اینه که امثال جزایری ها که به اقتصاد صدمه آسیب میزنن چراغشون سبزه، راهشون بازه، سبز اونا زرد برای ضعیف، زرد چراغ احتیاط دیگه. ضعیفم واقعا با این محتاط بازیش گند زد تو همه چی. خب و قرمز هم که واسه دشمنای برای حریف. بله. بعد میگه به خاطر اینکه کوره دنیا نریم دنیا رنگ زدیم. خیلی چیز باحالی داره میگه. همه میخوایم از دنیا کور رنگ نریم، پس دنیا رو رنگ زدیم. از صفت و پرست قدرتمندتریم، از کفتار و کرکس مفتتریم، بین مخلوقات کلن تکیم، چون بلدیم به هیچ کی فرصت ندیم. حرفای بد رو بمون گفتن نگیم، بابات زدت بگو خوردن زمین، گفتن ماشین کو بگو بردن تنمی، زیبات خالی باشه مستضعفی. دروغ بگو لجنت نگی، ولی فش نده بذار بگم معدبی، حتی با خودمون معذبیم، بین اتاق و جامعه معلقیم، پیرو به کوروش و محمدیم، ولی تو صف اختلاس معطلیم، میگیم برتریم اگه مذکریم، تهران مال شما من یکی مرکزی. رو به آفتاب پشت را میرم میدم فش، را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زنده کش، من دیگه رو به آفتاب پشت را میرم میدم فش، را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زنده کش. خیلی خوب داره میگه. عجب کورسی. واقعا که آفتاب پرستیم خیلی خوبه. متاسفانه جامعه ما قشنگ آینه جامعه ما آدم های درو و آدم هایی که هر لحظه رنگ عوض کنن. شاید پس کاورش هم به همین علت میتونه باشه. آدم هایی که با هر آفتاب لحظه پرستی که رنگ به خاطر منفعتشون رنگ عوض کنن. خودشون نیستن. خب نمیذارن خودمون باشیم مثلا. خب بعد یه چیز باحالی که اینجا گفت، میگه که حرفای بدو بهمون گفتن نگیم. بعد چیگی به ما گفتن حرف زشت نزنین، حرفای بد نگین، اگه مثلا بابات زد بگه خوردم زمین مثلا، میدی همش به ما دروغ یاد دادن. خب بعد بیت بعدش میاد همینو میگه، میگه دروغ بگو لکنت نگی، دروغ گفتن از بچگی ما یاد دادن، ولی گفتن فوش ندی. خیلی مسخره است واقعا. خودمونم بذار بگم مؤدبی. خب بعد پیرو کوروش و محمدیم، ولی تو صف اختلاسیم. یعنی حالا کوروش که خب آدم بزرگی بوده تاریخ ما، و حالا محمد هم از نظر مسلمان ها آدم بزرگی بوده، و این آدم ها آدم هایی بودن که یک ایدئولوژی و چارچوب انسان دوستانه برای خودشون داشتن. علکی میگیم طرفدار این و اونی، ولی حتی مکتب اونا رو هم ادامه نمیدیم، راه خودمون رو صف اختلاس معطلیم. آره. بعد کورسش خیلی باحاله، یعنی میگه با وجود همه اینا آقا من اصلا پشت به آفتاب، اصلا من برخلاف جهت رودخونه حرکت میکنم، من دوستان فوش بدم بلند بلند، من خودم هم. خیلی خوشگله چیزش تو دنیایی که میگه زنده زنده رو میکشه، من اصلا پشتم میکنم به آفتاب، مسیر خودم اینو و دوست رو مونم پشت بدم. آره الان که تا اینجاش رسیدیم کابر رو راحته متوجه شدیم، کورسش خیلی خوشگله. اون آفتاب پرسی و دقیقا کابرش نشون دهنده آفتاب پرست بودن انسانهای این دو زمان است، رنگ عوض کردن و رنگ اونجا رو گرفتن و را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زنده کش، من دیگه رو به آفتاب پشت، را میرم میدم فش، را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زنده کش، من دیگه رو به آفتاب پشت، را میرم میدم فش، را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زنده کش، من دیگه رو به آفتاب پشت، را میرم میدم فش، را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زنده کش. میله در دست یعنی پرچم، نه الا یعنی سلفی تو قرچک، خانوم ترک آقا تک چرخ، خانوم معتاد آقا شلوارش دو تاست، ننه خسته شد انقدر فوش داد که پندار کردار رو بنداد کنار، ولی نیک گفتا، ولی کی میخونه هشدار تو چاست فیله، چشمای هزار به یه برشونه چرا قبه ها، فیلم کی رو کنده، کی بلده اسم یه نویسنده، فقط ببین اگه بغلی میخنده، دست تو دراز کن به ما، نیروی جوان کم بوده مکان میشه سینمای نمناک، نیروی افغان کم بوده جواب میشه این همه تلاز، همین همه چی رو گوده، پس چرا در نمیاد جوونه، هر رو تو خون نشونه، دور از جونه تلزونه. چقدر باحاله، چقدر اومد از این سالن سینما، از این تصور سالن سینما چه چیزایی در آورد. خیلی خوشگل از سالن سینما رو اگه ما به یه اجتماع تشبیه کنیم چه چیزای خوشگلی توش در آورد. بعد در کل داره اشاره میکنه به اینکه ارزش هایی که امروز روز برای، یعنی ارزش ها رو زیر پا گذاشتیم، یعنی میگه میله تو دست پرچم نشون دهنده ارزش هایی بوده که قدیم برای ما یه چیزای چارچوبایی بوده، یه ارزشی بوده و امروز نیست،
وجود نداره. یعنی جامعه اخلاقیات چه دست داره. اینش خیلی باحاله. میگه ننه خسته شده بس که فوش داره. یعنی خود ننه مادره انقدر به تو فوش میده خب که برمیگره میگه که تو درست حرف بزن. خودش با فوش ساعتو داد میزنه میگه درست حرف بزن، حرف بد نزن. راستی چقدر اینجوری میبینی؟ خیلی قشنگ داره میگه خب. بعد میگه که چی؟ ولی کی میخونه هشدار تو چوسفیل چشای هزار؟ به یه برشنه چرا قوه ها، چرا قوه ها منظور راهنماهای سینماست و این استعاره است. خب چرا قوه ها منظورش اینه که به یه برشونه که اصلا یعنی اون راه، آره این تلنگره ها، این راهنماها، حتی همین دین به یه برشونه. همش علکی ننه اون بالا داره گفتار کردار ب... میگه کردار و پندارت مهم نیست اگه خوب نیست، ولی زبانت خوب باشه، اداشو در بیار. خیلی قشنگه. بله دیگه فیلم کیلو چنده تو سینما تنها چیزی که تو نگاه نمی‌کنی، یعنی اون مفهوم اون فیلمه. و اینجا که میگه که مثلا کی بلده اسمی یه نویسنده هیچ، این هم نشوندنه بی سواد بودن و کم بوده. فقط اگه بغلی میخنده دستت دراز کن با... یعنی خیلی خوب خیلی داره میشنه تشبیه کرد یه سالان سینما با یه اجتماع. کلی چیز کشید بیرون، کلی هدفاشو تو این در آورد، چیزی که زنش بود. و در کلیاتش داره میگه هیچی سر جای خودش نیست. چرا؟ چون جوان ما که باید چیز باشه دنبال کار باشه نیستش، خب دنبال تلوازی ایناست و اون افغانه که باید تا کشور خودش باشه، سر زندگی خودش باشه. میدید هیچی سر جای خودش نیست، دنیایی که هیچی سر جای خودش نیست. اینجا اصلا پشمان این تیکه خیلی نیروی جوان کمبود مکان میشه سینمای نمناک. پشمان چقدر قشنگ اینو داره تشریف میکنی. واقعا ای بابا دقیق زده تو خواه. چرا در نمیاد جبونه هر رو تو خونشونه دورت جونه تلزونه از وقتی شما راه شد تشرقم اینو دیدن زایست سوخت درم ولی با نهره شبی 500 تومن حالا همه شبی دوستفن شدن تبرمه ولی دم کاسه با گرهن و پک پنج و فاهشه ها ساک زد شده هفتاد میگم متخصص سرباز متولد هفتاد از مردم متنفره اما نیست از بردار طلب کار و ثابت میکنه با لب آش مایه رو میماله پا درداش روبه آفتاد پش را میرم میدم فش را میرم میدم فش زندگی زنده رو زنده کش من دیگه روبه آفتاد پش را میرم میدم فش را میرم میدم فش زندگی زنده رو زنده کش من دیگه روبه آفتاد پش را میرم میدم فش را میرم میدم فش زندگی زنده رو زنده کش من دیگه. آقا این آخر ورس دو چقدر حقیقت تلخی بود. خب و قشنگ وضعیت واقعا نمیخواستم در موردش تفصیل کنم. فکر کنم اینجوری که فکر میکنم 4-5 سال پیش منتشر شده ولی بدتر هم شده دیگه، وضعیت بدتره و پول بازه داره میگه دیگه. ولی یه تیکه خودش توی چند تا بیت قبل از اینکه شروع به توصیف این کنه یه تیکه رو الان دیدم گفته، میگه همینه همه چی رکوده. خب همه چی رکوده که خب حالا رکود اقتصادی یا رکود فرهنگ، رکود سواد و اینا میشه. ولی من اولش خوندم اینو متو ذهنم رکوده، همه چی رکوده، گوهه، همه چی به گوه گنده، گنده همه چی در اومده. بعد دیگه ادامهش اینو میگه، اصلا کاملا تفسیر اینه و اصلا نمیخوام در مورد این دو سه تا بیت آخرش حرف بزنم، ناراحت هم میرم میدم فش را میرم میدم فش زندگی زنده رو زنده کش من دیگه روبه آفتاب پش را میرم میدم فش را میرم میدم فش زندگی زنده رو زنده کش. دختر آرنولد پوشک و جرداد کره شمالی موشک فرستاد منبعت کجاست تلگرام بچه محلات پشترن حتی هم مادر ترستاد ولی جا مرز انسان بزا قلب تمسا محد گنده ها گشته ترن کوچیکو به پان خورده نشن محد لشکر پشت سرم یعنی کسی فش بده مرده طرف محد منم محد نمی کنم اش با ایچی عوض بدر از بس کله خرم خونواده صدا منو نباید بشنون صدا سیمون. آقا چقدر قشنگ گفت یا این دختر آرنولد پوشک جملی یعنی دقیقا چیزی که الان این روزا مخصوصا خیلی تو جامعه مثلا نسل جوان، حتی نه نسل جوان، کل آدم های جامعه زیاد شده. برای من خیلی خود من بارها برخورد شده، یعنی دیدم یه آدم هایی که جدن دارن یه چیز میگن یه چیز که مزخرفه. بعد منبعشون هم که حالا قدیم منبع راننده تاکسی محل بود، والا خطی محل بود، الان دیگه هر کی گوشی دستشه و قشنگ یه کلاغ چرکلاغ سسود میشه یه چیز تو اینا و پشبریزونه و
وای به حال جامعه ای که کم سواده. کم سوادی حالا حتما به دانشگاه رفتن و نرفتن اینا نی، به سطح فرهنگ و شعور و مطالعه های هر نفره، ساده انگاری و زود باوری نسل خیلی زیادی، یعنی بخش خیلی زیادی از اجتماع، نه فقط ما، بله، که در دنیا باعث به وجود آمدن آدم های بدون هنر و بدون هیچی میشه که علیکی معروف میشن و از این همین ها سود میبرن. آره، بعد توی جامعه هایی که متاسفانه جامعه ما جز اونا که کشورهای جهان سومی همچنان به حساب میاد و متاسفم که همچنان جامعه و کشورمون جزء اوناست، خیلی پررنگ تره. آره. نمیگم جای دیگه نیست، هست، ولی تو این کشور اینجوری مثل ما خیلی پررنگه و دیگه نمیشه امیدم داشت. دیگه امیدوارم که چی درست بشه. لشکر پشت سرم، یعنی کسی پشت بده مرده طرف، من حد نمی کنم اسم هایی عوض بدر، از بس کله خرم خونه بوده صدا منو نباید بشنون، صدا سیما نیست که رئیس پلیس با امین آقا به رما حسن مولات هستن، بهتر از این چاقلن که پیش واضح گفت آواز رفتن، ما حسل داستان اینه تا وقتی امثال ما هستن، نمیگیرن دست راست قلم که بگیرن زیر میزی با دست شب، گاز میگیرن انگوش با احسن، بگو بابا احسن، تخماشون انقدر گندست که حتی معلومه روی نقشن، روزمین پره با دریه میدن بوسک، دورمون پره رفیقه با خنجر میشن تو رگ روبه افتاد. لوپ کلامو گفت هستن دیگه. صدا سیما رئیس پلیس با امین آقا فرزانه رو میگه، میگه واقعا باید گل گرفت در اون صدا سیمایی رو که خب یک، حالا به هر دلیلی، یک لاتی، یک تبهکار، یک چیزی به عنوان الگو میاد تو تلویزیون، تو برنامه‌ای که مثلا مردم دارن همه خیلی متاسفم واقعا. حالا امین آقا فرزانه میگه ما اصلا لات، بهتر از اینه که بهتر از این چاغالاییم که پیشواز گفتا گفتا. آره دیگه، همین آقا فرزانه یه شخصیت خیلی هاتون میشناسین دیگه، از لاتای قدیم بوده که الان آدم خوبی شده، اشکالی هم نداره، هر کی بالاخره میتونه که شخصیتش عوض بشه اوکی بشه، ولی که تو تلویزیون بیان سوپر هیرو بسازن از طرف دیگه، این جزء عجیب ترین چیزایی که اونم چی؟ اونم تو جایی که سوپر هیروامونو اصلا نمیبینن، مجوز نمیدن. دقیقاً. این سوپر هیروهای اصلی ما یا از مملکت فرار کردن یا اصلا دیده و شنیده نمیشن، و تو این ساپورت یه تلویزیون ملی یه کشور رو بذاری که مثلا هم چیزایی رو گنده کنی، دقیقاً مثل زمان شاه هم مثلا، حالا میگن نمیدونم طیب و فلان و اینا رو مثلا، نمیدونم این مال جامعه عقب مونده است دیگه، ماه حسل داستان هم خودش داره میگه دیگه، تا وقتی امثال ماه حسن ما قلممون رو نمیفروشیم، زیر میزی نمیگیریم، نمیدونم، میدونی چی میگم، خودش جمع کرده داستانو دیگه. اصلا یکی از چیزهایی که بچه ها من اینگاه فکت میگه، اینگاه با هر اطلاعاتی که میدی بیرون قاف فکت اضافه میکنه. من میگم حالا یه سری بچه ها میگن که مثلا خود علی قاف چیز بوده دیگه، ساقی مواد بوده و فلان و مثلا مالیدون، حالا هرچی نمیدونم، حالا یه سری میگه هنوز هست، یه سری میگه هنوز نیست. ای کاش اگه همه ساقیای ما 10% اینجوری فکر داشتن که دیگه اون جامعه خیلی خفن بود. میدونی چی بهت میگم؟ و یکی از دلایلی که من با منتفق خیلی حال میکنم اینه که پیامای درست میده دیگه، و امیدوارم که حالا این نسل جوانتر که خیلی رپ باز رپ گوش میکنن، اکثرشون هم متاسفه خیلی هم دیگه منتظر گوش نمیدن، نمیدونم بچه یه چیزی بگم با حال من الان صحبت که میکنم یه نگاه میفتاد تو تصویر این کاوره، خب به هیچ جایی کشف کنم کاوره، اگه کاور اصلی این کار باشه که فکرم هست، نه همینه، چون تو خود گوشه یه تصویر رو دقت کنین با یک طراحی یه قاف نوشته، خب شبیه طراحی چیه؟ شبیه طراحی قرآن، دیدین گوشه هاش میذاره سوره فلان یا مثلا جزء فلان فلان، این هم انگاه سوره قافه دیگه، فکت داده باری کرده من قافه رو اول دیده مثلا دوزن نیفتاد، یه لحظه شب افتاد اجابه یاد قرآن افتادم که این گوشه هاش با همین طراحی هم هست دقیقا، خب میزنه تو فجا رو فکر میکنی داشتی تو حفظایش رو اونجا نگاه چقدر باید با تو سخت زندگی کرد بچه، من هیچ وقت نتونستم آنایتا رو واسه 30 ثانیه بپیچونم تو زندگی، حتی 30 ثانیه حتی نتونستم یه بار سورپرایزش کنم، این چقدر سخته با آنایتا زندگی کردن، خدایی برو بریم با
دست چپ گاز میگیرن انگوش با اثر. بگو بابا احسن تخماشون انقدر گندست که حتی معلومه روی نقشن. روزم این پره بطریه میدن بوسک، دورمون پره رفیقه با خنجر میشن تو رگ. روبه افتاد پشت را میرم میدم فش، را میرم میدم فش، زندگی زنده رو زندگی. کشت آخره زندگی زنده رو زنده بالا میگو کشت دیگه. این بار تیر زد. واو دیوونه ها خیلی خوب تموم کرد آهنگو. ببین این اینا تاثیر میذاره روی ذهن آدم ها. دیوونه های تو اصلا عالی. وای خدا خیلی خوبه. ببین شلیکی بوش اصلا خیلی باحال بود. سکوت بعدش و وقتی تو حالا ما داریم الان ریاکت میکنی تو فرض کنی آنگر خود گوش میکنی یهو اونجا یه شوکی بهت میده. آقا البته من خیلی به آهنگ حال کردم و مطمئن بودم حال میکنم دیگه. میگه اصلا نمیشه مثلا. من تا حالا یه دونه آهنگ پرتم از اینا گوش نکردم از ملتفه. نه منم گوش نکردم که بگم یه آهنگ مثلا حالا بد نبود فلاینه. مثلا آلبوم عدل فدایی که حالا تو اون سنم گفته بود اینا، توی میگی یه سری آهنگاش مثلا کم نفستر بود نسبت بقیه کاراش، ولی تو هر کنون یه پیامی داره. آهنگ مثلا ممکن بودش یه سری اترک ها نسبت به یه سری دیگه برتری داشته باشن، چه از نظر لیریک چه از نظر بیت حتی کار مهدیار. خب ولی همهشون بدون استثنا سعی کرده یه پیامی تو محتوا بهت برسونه. یه ترک همینجوری ما ازشون نشدیم. کار قدیمو نمیگم، اگر قدیم همه بکشیم بیرون که کار آره اون که ما از زمانی میگیم مثلا شاید فدایی مثلا کار چه میدونم دیزلاف بوده چی بوده که تو این دیز و دیز بازی هاشون با حسین هم بود. حالا اون همه رو داشت سوشیش کش هم داشت اصلا کاری ندارم. میگم از زمانی که این تشکل ملتفت بوده و گوش کردم به عنوان تشکل ملتفت کار پرت گوش نکردم. یعنی یه تو ضعیف ترین کاراشونم اون محتوای پیام به تو داده. آره آقا حال بود دمتون گرم. خیلی حال کردی. دوست داشتیم این پیشنهادتونم بازم ما میریم و ملتفت کلی کارهای دیگه فکر کنم از قاف مونده هنوز، کلی کار از سروش. البته سروش اکثر کارش کپی رایت داره و سعی متاسفانه امکانش باشه تو یوتیوب بریم، اگه نه که میذاریم جزء اون لیستی که ان شاءالله قراره توی اینستاگرام دقیقاً. یکی از بچه ها باز دیدم مثلا کامنت میزنن که میگه آقا چقدر ملتفت خسته شدیم. بابا بچه ها من روزی سه تا ویدیو داریم میزنیم، یه دونش ملتفته دیگه. آره یه دونش ملتفته. خب مثلا اگه ملتفت حال نمی کنی که حالا من نمیدونم چه، خب دوتا دیگه هست با اونا شاید بتونی حال کنی. خب ما چون که از همه سه تا رو ملتفت نمیذاریم که یه تو یه روز نمیتونیم مثلا نذاریم که هر کسی سلیقه خوشش رو میاد اون ویدیویی که متناسب با سلیقه‌ش نگاه میکنه و گوش میکنه. آره آقا دمتون گرم، خیلی حرف زدیم. منم سرفه دارم همچنان و صدام گرفته. ببخشید. آره دیگه آنا همچنان، حالا من یکم بهتر شدم ولی آنایتا یه مقدار هنوز سرفه داره. ان شاءالله که زودتر خوب میشی. دمتون گرم تو انتهای این ویدیو هم با ما بودین. اگر که حال میکنین سابسکرایب کنین، تا حالا سابسکرایب نکردین یا تازه شده از این بغل کارو میتونین انجام بدین، زنگوله رو بزنین نوتیفیکیشن بعد فعال بشه و هشتگ مدبس هم من و اونایتا این به راحتی از این طریق ما رو پیدا کنین و آدرس سوشیال مدیای ما این زیر اینستاگرام فیسبوک و توییت اگه حال کردین اونجا ما رو فالو کنید. به زودی زود یه برنامه میخوایم بسازیم که حتما میخوایم از شما کمک بگیریم. به زودی اعلام میکنیم هم تو یوتیوبمون هم تو اینستاگرام که اونایی که دوست داشتن تو ساخت اون ویدیو با ما همکاری کنن که بعد میگیم از چه روشی با ما کانکت بشن. دمتون گرم، امیدوارم هر جای دنیا هستی پر از آرامش و سلامتی باشه براتون. شب و روز لاکچری داشته باشین. خدافظ.